אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה. לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. הבוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחנית נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה. אנחנו בתוך זה משעות הבוקר המוקדמות. כינסתי את ראשי מערכת הביטחון, הנחיתי קודם כל לטהר את היישובים מהמחבלים שחדרו פנימה, הפעולה הזאת מתבצעת בשעות הללו. במקביל הוריתי לבצע גיוס מילואים נרחב, ולהשיב מלחמה שערה בעוצמה ובהיקף שהאויב לא הכיר. האויב ישלם מחיר שהוא לא ידע מותו. אני קורא בינתיים לכל אזרחי ישראל להישמע בקפדנות להנחיות הצבא, להנחיות פיקוד העורף. אנחנו במלחמה ואנחנו ננצח בה. אמרוז שמבה 15 מהמה ברובר בו 7 אוקטובר 2023 ואין יק ברנומה דיגה אז سری برنامه های این باکس با حامد محمدی هستیم، همکار مهمان ما از کیهان لندن. حامد جان درود. درود بر تو شروین عزیز، درود به شنونده ها و بیننده های یونیکا. بدح کی شی واحد حرکت حماس فتحت ابواب جهنم على قطاع غزه، حماس اخذت القرار و حماس راح تتحمل المسئولیه و ثمن اعمالها. حامد جان امروز شاهد این بودیم که از بامداد در حقیقت امروز حماس یک حمله سنگینی رو از باریکه غزه به چند شهر در اسرائیل شروع میکنه. ما گزارش هایی رو داریم که تایید میکنه دست کم 2200 حمله راکتی به شهرهای مختلف اسرائیل انجام شده. همچنین حماس به داخل خاک اسرائیل نفوذ کرده و تعداد زیادی از شهروندها رو گروگان گرفته. اینها اخباری هست که ما دست کم تا این لحظه داریم. واکنش نتانیاهو رو داشتیم. آمه جان نظرت چیه؟ من میدونم که آقای گالانت وزیر دفاع اسرائیل هم یه اظهار نظری کرده و گفته حماس مرتکب یه اشتباه گرانبار شده و این یعنی پایان اونها. حماس عصت تاوت خموره بوکر و پتخ به ملخمه کنگد مدینت اسرائیل. خیلی צה"ל נלחמים בכל נקודות החדירה כנגד האויב. אני קורא לאזרחים להישמע להוראות פיקוד העורף ולבצע אותם כלשונן. מדינת ישראל תנצח במלחמה הזו. שרווין, עמליות חמאס اینکه از غزه حجم زیادی راکت یا موشک پرتاب کنن به خاک اسرائیل خب سابقه داشته. یک تاکتیکی که اینها متوجه شدن اینکه پدافند گنبد آهنین و مکمل اون که مگنت مغناطیسی بود متوجه باگ شده بودن که اگر پرحجم موشک رو پرتاب بکنن این اپراتورهای هوشمند حالا از هر 10 تا 5 تا 6 تا 7 تاشون رو در بعضی از مناطق شناسایی میکنن اما موقعش اصابت میکنه. خب این بخش عملیات چیز جدیدی نداشت، اما اینکه همزمان با این حملات از طریق زمین نیرو وارد خاک اسرائیل شد بی سابقه بوده. در چند نقطه حصار مرزی رو شکستن، با لودر سیم‌ها و سیم‌خاردار و اون فنس‌ها رو شکستن و خودشون رو رسوندن به جاده‌ها و وارد شهر شدن. دست کم در 3-4 نقطه این عملیات نفوذ انجام شد. به داخل شهرها و شهرک‌ها که آمدن مردم عادی رو به رگبار بستند. این بی‌سابقه بود. و به داخل خانه‌ها ریختند. حتی اونهایی رو که قدرت دفاع کردن از خودشون رو نداشتن، از زن و بچه گرفته تا سالمندان رو کشتن، تعدادی رو اسیر کردن و با خودشون بردند به داخل خاک غزه و شروع کردن به گرداندن اونها. یعنی هم اجساد سربازانی رو که کشته بودند با وانت داخل خیابونهای غزه گردوندند، هم اونهایی رو که زندانی کرده بودند، اسیر گرفته بودند. این اقدام جنایت بی‌سابقه‌ای بود که نمونش رو فقط در بین گروه های اسلامگرای شیعه و سنی در سوریه دیده بودیم یا بوکو حرام. خود حماس هم مرتکب این چنین جنایتی نشده بود، دستور از بالا اومده. بلافاصله ویدیویی پخش شد. عامر جان وسط حرفت، من یه ویدیویی دیدم که با بولدوزر فلسطینی ها حتی دیوار حائل رو خراب کردن. یعنی انقدر اینا جسارت پیدا کردن که چنین کاری میکنن. همزمان از داخل من دیدم که مشاور خامنه‌ای تبریک میگه، نماز شکر میخونن و اتفاقات عجیب و غریب از این دست. یعنی همون جور که اشاره کردی جسارت به حدی رسیده که
عملیات خاکی انجام میدن داخل خاک اسرائیل، یعنی عملیات زمینی. این واقعا من دست کم توی چند سال اخیر ندیدم که چنین کاری بکنن. در بعضی از مناطق هم با گلایدر و پالا گلایدر اومده بودن داخل خاک اسرائیل. این دستور از بالاست شربی، یعنی اصلا غیر قابل رده. دستور از بالا اومده، پول حسابی گرفتن، مأموریت اسرائیل، چون به هر حال میدونستن که واکنش سخت اسرائیل رو هم داشتن. افرادی که داوطلب این مأموریت شده بودن، دستوری که اومده بود. و جالب اینجاست که نماز شکری که اسماعیل هنیه و مشاور و دستیاران او در دوحه قطر خوندن، دفتر حماس اونجاست، نشون میداد که تلویزیون الجزیره داره نشون میده این جنایت ها رو. و بعد پخش کردن هندوانه و شیرینی در خیابان های غزه، اینها به کنار، اصلا بی سابقه بوده. اینها زنها رو از مو گرفتن کشیدن در یکی از نقاط نزدیک مرز اسرائیل، یک مهمانی برگزار بوده، مردم عادی داشتن جشن رو می گرفتن، به اونجا هم حمله کردن. و جالب اینجاست که روزنامه جامعه جمع وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی این ویدیو رو منتشر کرده و با خیلی استقبال نوشته که قوم موسی فراری شدند. از آن گذشته بلافاصله ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته این عملیات طوفان الاقصا، اسم این عملیات رو فرمانده گردان الاقصا گذاشته، طوفان الاقصا، نوشته این فوق‌العاده عملیات خوبی بوده، صفحه جدیدی رو در عملیات ترکیبی باز کرده. از اونور یحیی رحیم صفوی مشاور عالی خلیل خامنه‌ای در امور نظامی گفته ما قویاً حمایت میکنیم از این عملیات، غرور آفرین بوده و مطمئناً جبهه مقاومت هم حمایت میکنه. از اون گفت ایسنا رو هم دیدم که با اشاره کردی به اسم عملیات. ما الان شاهد دو تا عملیات هستیم، عملیاتی که حماس اسمش رو گذاشته، من ندیدم خود حماس اعلام بکنه، ولی دیدم رحیم صفوی و ایسنا و بقیه در حقیقت نظامیان و سپاه پاسداران، یعنی اعضای ارشد سپاه پاسداران داخل و تلویزیون بعضی از این تلویزیون عربی اسم این عملیات رو گذاشتن طوفان الاقصا، که همطور که اشاره کردی رحیم صفوی گفته ما نه تنها حمایت میکنیم بلکه تا آزادی فلسطین و قدس در کنار مجاهدان فلسطینی میمونیم. گویا گزارش از ایسنا دیدم که تبریک میگه. من فقط میخوام توضیح بدم که ایسنا یکی از خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، تبریک میگه و ادعا میکنه که قاسم سلیمانی همراه این مجاهدینه. یعنی این یک کلید واژه‌ایه که من احساس میکنم داره اشاره میکنه به سپاه قدس. نمیدونم، شاید اشتباه کنم، نظرت در این زمینه چیه؟ ببین، تعارف رو باید کنار گذاشت. بله دقیقا همینطوره. از حدود 5-6 ماه پیش لحن اسماعیل قانی تفاوت داشت. ما اینها رو میگفت یهودی ها رو به دریا میریزیم. رسما اینا اعلام کردن که پشت ترور شهروندان اسرائیلی در خاک اسرائیل هستند. حسین سلامی گفت، باقری گفت، اسماعیل قاهانی گفت و چند تا از دیگه. شربین، حجت الاسلام سید محسن محمودی معاون امور استانهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامیه گفته امروز در ایران سراسر کشور امشب قرار جشن بگیریم، جشن این پیروزی مقاومت رو، و مردم انقلابی تهران هم با محوریت مساجد در میدان فلسطین جمع میشن و جشن میگیرن. از اون گذشته خبرگزاری های نزدیک به سپاه، کانال های تلگرامیشون، روزنامه جامعه جمع، روزنامه همشهری، تمام اون چیزی که دسته حکومته، شروع کردن به پمپاژ اخبار در مورد تلفات بالا. درسته نزدیک 600 نفر تا الان آمار دادن رسما زخمی شدن، دست کم 30 نفر کشته شدن، تعداد اسرا هنوز مشخص نیست. یک فاجعه بوده برای اسرائیل، اصلا بی سابقه. خود جمهوری اسلامی هم داره روغن داغ این داستان رو زیاد میکنه، در واقع جنگ روانی رو راه انداخته و رسما هم اعلام کردن بی سابقه بوده که در یک عملیاتی انجام بشه سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، یعنی یک مقام رسمی دیپلماتیک، بیاد بگه ما پشت این بودیم. یحیی رحیم صفوی به عنوان تریبون خامنه ای و برای سمت رسمی او هم مشاور علی خامنه ایست اومده حمایت کرده، یک جوری پیوند دادن با باورهای آخرالزمانی و مهدویت، همون جوری که گفتی قاسم سلیمانی رو گفتن داره این عملیات رو هدایت میکنه. یعنی تمام آن چیزی رو که جمهوری اسلامی در تمام این سالها آرزوش رو میکرد همینی بود که حماس انجام داد. حامد جان یه خبر فوری دارم، بچه ها گزارش دادن، من روی گوشی پیام دریافت کردم از دوستان،
که سایت های مثل ایرنا، مثل تسنیم باز نمیشه. من الان تلاش کردم وارد بشم به تسنیم. منم مدتی که تسنیم رو نتونستم باز بکنم. فارس رو خیلی سخت باز میکنم، چند بار وارد میکنم این رو باز میشه. ایرنا رو هم میتونی چک کنی. من الان تلاش میکنم به ایرنا وارد شم، گویا برای آی پی خارج کشور بسته. یعنی اون جنگ ترکیبی که داری ازش نام میبری کاملا مشخصه که کاملا هماهنگن. یعنی با توجه به اینکه اینا اومدن گیت‌وی ها یا همون پورت‌های خارجی رو بستن که دسترسی خبرگزاری‌ها و خبرنگارهای خارجی رو دست کم در حال حاضر به اطلاعات و خبررسانی یا همون پروپاگانداشون ببندن، نشون میده که کاملا هماهنگ این کار انجام داره میشه. یعنی اون جنگ ترکیبی که ما نام میبریم که توش جنگ سایبری هم هست به راحتی اینجا میشه مشاهده کرد. همینطور موازی با حملات موشکی و زمینی، یک حملات گسترده سایبری رو هم علیه زیرساخت‌های حساس اسرائیل شروع کردن. آمد جان اشاره کردی به پروپاگاندا و تلاش جمهوری اسلامی برای اغراق در میزان اسرا یا تلفات یا بالاخره میزان کشته شدگانی که در حقیقت اسرائیل داشته. از سمت مقابل من میبینم که اسرائیلی ها هم یک عملیاتی رو شروع کردن به نام شمشیرهای آهنی. چطور احساس میکنی؟ اسرائیلی ها تا چه حد میتونن یک پاسخ قاطع به حملات تروریستی بدن؟ من دیدم که آلمان اعلام حمایت کرده الان، یعنی حدودا چند دقیقه پیش آمریکا هم از اسرائیل اعلام حمایت کرد، فرانسه اعلام حمایت کرد. چقدر این موضوع مهمه که اسرائیل کشورهای دیگه رو در کنار خودش ببینه؟ شبیه فوق‌العاده مهمه، به این خاطر که امروز صبح من یک توییتی رو زدم، گفتم وقتی که این مزدورها و این گروه ها و اراذل اوباش مقاومت حمله میکنن به شهروندان اسرائیل، صدای مدافعان حقوق بشر در نمیاد، ولی وقتی اسرائیل عکس العمل نشون میده بلافاصله خبرگزاری‌های رویترز و اسوسییتد پرس و نمیدونم اینها که به هر حال وابسته به جریان‌های بزرگ گلوبالیست دنیا هستن، شروع میکنن مدافعان حقوق بشر رو ساپورت کردن که بچه‌ها در غزه چنین شدند و چنان. ما اصلا هر جنایتی رو محکوم میکنیم، گلوله به سمت مردم غیر نظامی این جنایت پرتاب کردنش. اما مسئله اینجاست که اسرائیل همواره در این سال‌ها نتونسته بود وقتی که می‌خواد عملیات نظامی انجام بده این دولت‌ها رو به سمت خودش بکشونه. به نظر میرسه این بار انقدر جنایت حماس اوریان بوده و ساپورت جمهوری اسلامی رو هم داشته که اینها در واقع همون ابتدای مسیر اقدام رو محکوم کردن، چراغ سبز نشون دادن به اسرائیل. سوال کردی راجع به توان نظامی اسرائیل. ببین توان نظامی اسرائیل شروین فوله، ولی حمله کردن به گروه‌های نظیر حماس و جهاد اسلامی که مردم رو سپر انسانی می‌کنن خیلی مسئولیت بالایی داره، هم به لحاظ انسانی هم به لحاظ شخصی هم از نظر تاکتیکی. این کار رو اینها کردند، مردم رو سپر بلا میکنن، میرن از مناطق مسکونی و داخل شهرها این لانچرهای موشک رو نصب میکنند و پرتاب میکنند. یک مسئله هستش این بار، اما قضیه به نظر میرسه فرق بکنه. من یک توییتی رو از ساسان آقایی فعال سیاسی داخل ایران دیدم، تشبیه کرده بود که این قضیه 11 سپتامبر اسرائیل خواهد بود و واکنشی در همون حد رو هم میطلبه. اگر این واکنش رو بخوان نشون بدن، گستره این درگیری ها حتما از باریکه غزه فراتر خواهد رفت. یک نکته شروین، حدود یک یا دو ماه قبل از اینکه اصلا جنگ اوکراین راه بیفته، خاطرم هست خیلی بیشتر مقاله‌ای رو در رادیو فردا من نوشتم. البته میدونید رادیو فردا دیگه با ما همکاری نمی‌کنه، اصلا از ما مقاله نمی‌گیره، و در اونجا به جنگ سوم جهانی ترکیبی اشاره کردم. آدرس چی بود؟ گفتیم از جایی از شمال شرقی اروپا یک جنگی در خواهد گرفت تا خاورمیانه که شامل برخوردهای نظامی نوین، جنگ سایبری و جنگ های کلاسیک میشه. این اتفاق الان افتاده، جنگ بین اوکراین و روسیه، جنگی که بلاروس اون بر درگیر اوست، لهستان رو درگیر کرده، ناتو رو درگیر کرده و همینجوری کش آمده تا دریای سیاه و خاورمیانه و همینجور تا سعودی و یمن هم پیش رفت. این جنگ داره تشدید میشه، ابعاد خودش رو داره نشون میده. جمهوری اسلامی دست به یک قمار زده. این قمار برای جمهوری اسلامی
اجباری بود. همین قمار رو هم در داخل کشور آغاز کرده، یعنی همونهایی که ساپورت میکنن حماس رو، جهاد اسلامی رو و حوثی ها رو، همونها هم میدونید مردم داخل ایران رو میکشند. اینجاست که ارتباط برقرار میشه. جمهوری اسلامی آنچه را که در ایران به عنوان اختشاشات ازش یاد میکنن، اعتراضات رو از جانب دولت‌های غربی به طور ویژه اسرائیل میبینه. فشاری که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آورده از جانب اسرائیل میبینه. بهبود روابط عربستان سعودی و اسرائیل، یعنی در قالب پیمان ابراهیم، رو علیه خودش میبینه. اگر ما بیایم عینکی رو بزنیم که مقامات یا شهروندان عربستانی یا تحلیلگران به چشم میزنن، در تحلیل به ما کمک میکنه. عربستان در شرایطی قرار گرفته که برای اینکه منافع خودش رو تامین کنه، مجبوره که با اسرائیل کنار بیاد. کنار آمدن اون یعنی کنار آمدن جهان اسلام با یهودیت. جمهوری اسلامی این رو نمیخواد. از اون طرف عربستان دلش میخواد که جمهوری اسلامی رو هم آرام نگه داره، که جفتک در منطقه نیندازه. او هم نمیشه. یک اجماع نقیضین جمع شده حول خاورمیانه که در هر جای دنیا ممکن اتفاق بیفته. در خاورمیانه اینجور تنش‌ها و تناقضات به درگیری نظامی منتهی میشه. سالیان درازه که ما گفتیم شروین، خاطرم از خواستم برای دویچه وله فارسی یک مقاله راجع به همین بزنم و قبول نکردن، گفتن این تصور غلطه. حالا میبینیم قدم به قدم داریم به این وضعیت نزدیک میشیم. اینی هم که من دارم میگم اصلا تحلیل های جدیدی نیست شروین ها. مثلا مانوک خدابخشیان هم همچین فرضی رو داشت، یا در بعضی از مقالات من اصلا برگردم دوباره به کتابه. تو کتابت اشاره کردی که جمهوری اسلامی چطور از سوریه داره به عنوان پایگاهی برای حملاتی از این دست استفاده میکنه و در آینده، یعنی این هشدار رو اونجا میدی. در مورد منظورم از تاکید چه میشه اونجا، منظورم از تاکید اینه که فکر نکنید حامد محمدی روایت کرده اینه، نه، سال هاست خیلی ها دارن می نویسن که تو منطقه چیه. شاهزاده رضا پهلوی یکی از کسانی بود که قویاً گفت اگر مردم ایران از پس جمهوری اسلامی برنیان یا جمهوری اسلامی رو جلوش رو نگیرن از داخل با تظاهرات، باید تن به جنگ بدن. حامد جان اجازه بده من سه تا خبر رو اعلام بکنم. خبر اول، نت بلاکس اعلام کرد که اینترنت در اسرائیل و در بخشی از نوار غزه به شدت سرعتش اومده پایین، خصوصا اسرائیل. خبر دوم از ترور آلارم هست، میدونی یه اکانت امنیتیه که در پیام رسان ایکس کار میکنه، هشدار داده به جمهوری اسلامی و یه عکسی کشیده که جنگنده های اسرائیلی در حال حرکت به سمت خاک ایران هستن و اونجا من میبینم که پایگاه های هسته‌ای ایران رو نشون میده. تایید شده که جنگ هیبریدی هم، یعنی همون جنگ هایبریدی یا جنگ ترکیبی هم، همزمان داره انجام میشه در خصوص مسائل سایبری و اتک سایبر و مسائل اینترنتی. و یک چیز دیگه که الان نگاه کردم، دیدم که رئیس جمهور اوکراین زلنسکی اعلام کرد ما میخوایم اولین کشور اروپایی باشیم که کمک کنیم به اسرائیل برای این موضوع. جالبه، اوکراین خودش در جنگ ولی میاد همچین موضوعی رو بیان میکنه. فکر میکنی بیشتر تبلیغاتی یا واقعا میتونه کمکی بکنه؟ واقعا میتونه. ببینید یه بخشی از جنگ شروین جنگ روانیست. از اون طرف اگر اسرائیل بخواد وارد معرکه بشه، حتما باید ساپورت منطقه رو داشته باشه. عربستان سعودی میدانست که اسرائیل و جمهوری اسلامی دست آخر سرشاخ میشند، به همین خاطر تلاش کرد روابط خودش رو هر جوری که هست خوب کنه با جمهوری اسلامی، حتی به ظاهر. منتهی اتفاقی افتاد، پشت بهبود روابط یک تحقیری بسیار علنی دست رو نقطه عصب جمهوری اسلامی گذاشت و اون تحقیر قاسم سلیمانی بود. وزیر خارجه عربستان به تهران سفر میکنه، میگه در کنفرانس مطبوعاتی سالن رو ترک میکنم، زیر عکس قاسم سلیمانی نمیستم. شروین، هیچ جا به اندازه کیهان لندن و یونیکا دست ما انقدر باز نبود که راجع به تأثیر فوتبال بر سیاست مطلب بنویسیم. این اتفاق افتاد. از تو به عنوان سردبیر یونیکا و از الهه بقراط و نازنین انصاری تشکر میکنم. اتفاقی که هفته پیش افتاد و تیم الاتحاد به خاطر مجسمه قاسم سلیمانی ترک کرد بازی رو و بازی نکرد، یکی از بزرگترین تحقیرهای تاریخ جمهوری اسلامی بود. اهمیت فوتبال رو میخوام بگم،
یک هفته بعد از اون اتفاق مداوم شدن این تحقیق ها و اثرش در فوتبال به این خاطر که فوق‌العاده دیکتاتورها رو فوتبال حساب میکنن، این اتفاق افتاد برای جبرانش. حالا چرا اسرائیل؟ چون الان وقت حمله به عربستان از طریق حوثی ها نیست، فعلا روابط باید خوب نگه داشته بشه، ولی اسرائیل رو میشه اذیت و آزار داد و این اتفاق افتاد، ولی پیام مستقیمش به عربستان بود. حالا چه اتفاقی در منطقه ممکنه بیفته؟ اسرائیل بارها این قضیه که الان هستیم داخلش رو تکرار کرده، انتقام تلافی، سلاخی کردن یا کج و مابچ کردن فرماندهان رد اول حماس. اما یه اتفاقی این بار افتاده، دوز جنایت رو جمهوری اسلامی برده بالا. در جنگ وقتی حریف دوز جنایت رو میبره بالا، اگر اون طرف مقابل به همون اندازه و بیشتر دوز تلافی رو بالا نبره، پیام ضعف میده و نمیتونه جلوی حملات بعدی رو از طرف آفند بگیره. بنابراین میبایست یک پدافندی همتراز یا در سطح اون باشه. یک اتفاقی میفته، جمهوری اسلامی یک حکومتیست جنایتکار که به حقوق بشر پایبند نیست و انسانها رو سپر قرار میده. همون رو هم به گروه های جهاد اسلامی و حزب الله آموخته. برای مقابله با همچین رژیمی یک در واقع مانع بزرگ وجود داره، اینه که اگر قرار باشه اونها حمله بکنن، اینها دوباره مردم داخل ایران رو سپر قرار میدن. کار نتانیاهو فوق العاده سخته. نتانیاهو در بزرگترین یا سختترین تصمیم زندگیش قرار داره الان. همین الان دیدم که اکانت اسرائیل به فارسی، که اکانت در حقیقت رسمی اسرائیل به زبان فارسی هست و یه جورایی بلندگوی این کشور و دولت این کشور برای ارتباط با ایرانی ها هست، دو تا مطلب جدید گذاشته. اولا که نوشته وانمود کنید تعجب کرده اید، دو تا علامت تعجب. رحیم صفوی مشاور خامنه‌ای بچه کش از حملات تروریستی وحشیانه علیه شهروندان اسرائیل حمایت کرد. از این رژیم منفور و مرگبار که حامی تروریست های منطقه است انتظاری بیش از این نیست. این علامت وانمود کنید، یعنی نوشته وانمود کنید تعجب کردید، داره بهشون میگه که نه، ما میدونیم که همه چی شمایید. و یه عکس گذاشته، تنها یک مشت که پرچم اسرائیل هم توش هست و نوشته هر عملی عکس العملی دارد. من دیدم که سفیر اسرائیل در روسیه هم مستقیما مسئولیت حملات رو گفته که مسئول جمهوری اسلامیه. باید اکانت رو چک کنم که خبر موثق باشه، در همین حد که داره این خبر هم منتشر میشه. و یک خبر دیگه حامد جان که من دیدم و اون اینه که یه حجمی از این ویدیوهایی که امروز داره میاد، میبینم که کاربران اسرائیلی دارن میگن ویدیوهای قدیمیه. چرا باید ویدیوهای قدیمی بیاد امروز منتشر بشه؟ این چه تأثیری میتونه بذاره؟ مثلا دیدیم که امروز یک ویدئویی منتشر کردن که مردم تو اردن، تو خیابانهای اردن جشن گرفتن. الان این شایعه هستش که این ویدیو قدیمیه و جدید نیستش. یا مثلا در تو این فضا بیرون میاد، یکی ویدیوهایی که آتش حملات به اسرائیل رو تندتر بکن، یعنی مثلا اگر 3 تا حمله بوده یا 10 تا جنایت اتفاق افتاده، اینا باید ضرب در 3 بشه، ضرب در 10 بشه، برای اینکه بگن که عجب حمله پرقدرتی بوده و چقدر کارا. این کار به جمهوری اسلامی در واقع به نظر میرسه که از نظر خودشون در واقع کمک میکنه که بگن دستشون برای جنایت‌های بیشتر از این هم بازه و بگن چقدر ابعاد زیاد بوده. دو ویدیوی دیگه، دومین ویدیوهایی که ممکنه جنسشون بیاد بیرون، ویدیوهایی است که بگن مردم در کشورهای اسلامی شروع کردن به جشن و شادی که حمایت‌های بین‌المللی رو ما داریم، در واقع حمایت‌هایی رو از جهان اسلام و مردم اردن و بحرین و قطر و عربستان هم همسو با ما هستن و از طرف امت اسلامی در واقع اینها مرتکب این حمله شدن. بنابراین باید مراقب بود که اسیر این بازی‌ها نشد. اما واقعیت اصلا این نیست، یعنی نوع ویدیوها اینا نیست. جمهوری اسلامی یک قدم و حتی دو سه قدم بیشتر از آنچه که قبلا به اسرائیل حمله میکرد رو به جلو رفت. فرمانده گردانهای القسام علی ضعیفی همچین چیزایی این اعلام کرده که ما در حمله در واقع طوفان الاقصی روش مبارزه خودمون رو داریم اصلاح میکنیم. یعنی در داخل خود همین گروه های جهادی هم دیگه راضی نیستن به اینکه فقط راکت پرت بشه، اومدن وارد فاز جدیدی شدن. ببینید عملیات از لحظه که استارت میخوره تا
تا موقعی که تموم میشه و بعد از اون پول لازم داره. خب حماس که پولش رو یا از قطر میگیره یا از قاچاقچی هایی که وابسته به جمهوری اسلامی هن یا مستقیم از خود جمهوری اسلامی به صورت چمدانی پول رو گرفتند و این عملیات رو انجام دادند، یا بخشی از اون رو گرفتند و منتظر بقیه دستمزد میمانند. یک نکته هم که نباید فراموش بکنیم، فرماندهان سیاسی حماس که نماز شکر خوندن در دوحه قطر هستند، یعنی اونجا تحت کنترلند. خود دولت قطر هم تو این قضیه پاش گیره، یعنی اگر شنفتیم یک بلایی یه گوشه و کنار یا عکس العملی نسبت به قطر هم بود نباید تعجب بکنیم. مسئله بعدی، یک ویدئوی دیگه رو اجازه بده، من یک ویدئوی رو الان یکی از دوستان بر من ارسال کرد که توی مجلس شورای اسلامی گویا شعار دادن امروز. آیا این رو شما این ویدئو رو دیدی؟ خبرگزاری رسمی منتشر کردن، شعار دادن اسرائیل نابود است، فلسطین پیروز است، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، و جمع شدن جلوی اون در واقع صحن، اون جلوی تریبون اصلی و شروع کردن شعار دادن. 50-60 از نماینده ها بودن. باز هم رجزخونی، من یاد اون رجزخونی ها میفتم و بعد اون عملیاتی که در عراق برای قاسم سلیمانی به وجود اومد، یعنی علیه انجام شد و اون مشهور به عملیات کتلت هست بین مخاطبان ایرانی زبان یا دست کم همیهنان. حامد جان، در پایان برنامه من فقط میخوام اشاره بکنم به همه دنبال کنندگان که ما خیلی خلاصه سعی کردیم گزارشات رو امروز مرور بکنیم، دست کم در این برنامه، شاید یک برنامه اختصاصی دیگه امروز داشته باشیم با توجه به روند انتخابات و تحلیل در خصوص آنچه که امروز از بامداد امروز تا به الان روی داده رو به زودی با چند تا از کارشناسای آگاه به مسائل منطقه و همچنین مسائل بین‌المللی به گفتگو خواهیم نشست. حامد جان، در پایان برنامه اگر بخوای خیلی خلاصه از اون چیزی که از بامداد امروز تا الان اتفاق افتاده عنوان بکنی و به یک جمع‌بندی برسی، چی میتونی بگی؟ جمهوری اسلامی جرزنی کرده. اسرائیل و رژیم 44 سال به سطحی از حملات کنار هم راضی بودند و عادت کرده بودند. الان جمهوری اسلامی در شرایط بین‌المللی و داخلی قرار گرفته که نیاز بوده مهره‌های دیگری رو جابجا بکنه با شدت بیشتر. عکس العمل اسرائیل تعیین کننده سطح دیگری از بازی بین جمهوری اسلامی و اسرائیل. اگر بتونن مجاب بکنن کشورهای عربی رو که ائتلافی رو تشکیل بدن با وضعیتی که الان اینها اتفاق افتاده براشون، اقدام نظامی میکنن یا مسئله جمهوری اسلامی رو به یک بهانه بحث شورای امنیت مطرح میشه، حالا یا طریق برجام یا مسائل موشکی. اگر نتونه اسرائیل نظر مثبت کشورهای خارجی به ویژه عرب‌ها رو برای خودش بگیره، حالا با همین کارها احیانا چند تا از سایت‌ها رو در واقع هدف قرار دادن یا عملیات خرابکاری سرتای این قضیه رو می‌بنده. اما اگر درون من بگیشیه، احساس می‌کنم موساد انقدر آگاه بوده که فلسطینی‌ها ممکن بوده دست به همچین اقدامی رو بزنن، ولی از اینکه شدتش انقدر باشه تازگی داشته، شکرش. یعنی ممکنه در رده‌های بالای مقامات اسرائیل هم در روزهای آتی تغییراتی رو ببینیم. بازی رو جمهوری اسلامی به هم زده، جرزنی کرده و باید پیامدهای اون رو بکشه. سپاس حامد جان از اینکه یک برنامه دیگه به ما بودی. میدونم که
درگیر اخبار هستی و روند اتفاقات به حدی تند و سریع هست که شاید بازگو کردن همه اون چی که روی داده و در حال روی دادنه در یک برنامه نیم ساعته غیر ممکن باشه. میخوام ازت قول بگیرم که اگر امروز اتفاقات مهم دیگه افتاد یه گفتگوی دیگه داشته باشیم. حتما حتما. ممنون از تو و شنونده ها. مرسی، ممنون که بودی. از همه دنبال کننده ها تقاضا میکنم که با لایک ها و کامنت هاشون ما رو حمایت کنن. بدرود به همه شما.